ریزش کامل یه ساختمان 10 طبقه در آبادان که پیش بینی میشه این حادثه هم متاسفانه تکرار حادثه پلاسکو باشه و کشته و مصدومان زیادی رو به همراه داشته باشه. با ما تو این ویدیو همراه باشید، جزئیات این حادثه رو خدمتتون میگم، راجع به آخرین آمار کشته و زخمی شده ها و همچنین تصاویری از لحظه سقوط و ریزش این ساختمون و جزئیات بیشتر رو خدمتتون عرض میکنم. تا پایان این ویدیو با ما همراه باشید، برای اینکه ویدیوهای بعدی رو هم از دست ندید حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید. سلام سلام، چطوری رفقا؟ به کانال خودتون، کانال میم تیوی خیلی خیلی خوش اومدید. امیدوارم حال احوالتون خوب باشه و اوضاع به کامتون باشه. طبق گزارش های اعلام شده، ریزش ساختمان 10 طبقه در آبادان تا الان 1 کشته و 4 مصدوم داشته و بیش از 20 نفر در حال حاضر زیر آوار هستن که معلوم نیستش حالا آمار دقیقش چند نفر هستش، ولی پیش بینی میشه که آمار خیلی بالاتر از این حرفا باشه. سخنگوی اورژانس کشور از مرگ 1 تن در پی ریزش بخشی از 1 ساختمان 10 طبقه اداری تجاری در آبادان خبر داد. مجتبی خالدی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا در این باره اظهار کرد که حوالی ساعت 12:50 امروز 1 ساختمان 10 طبقه تجاری اداری در آبادان در معرض ریزش قرار گرفت که مدتی بعد هم بخشی از اون دچار ریزش شد. اون ادامه داد در پی اعلام این حادثه به اورژانس بلافاصله 50 دستگاه آمبولانس و 1 دستگاه اتوبوس آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند که در حال حاضر نیز در محل مستقر هستند و همچنین تیم‌های از اورژانس اهواز نیز به محل اعزام شدند. سخنگوی سازمان اورژانس کشورم با بیان این که دیگر نیروهای امدادی نیز در محل حضور دارند و در حال حاضر عملیات همچنان ادامه دارد. ایشون گفتند که در این حادثه تاکنون 1 نفر جان خودش را از دست داده و 4 نفرم که مصدوم شده بودند به شدت به مراکز درمانی منتقل شدند. ایشون همچنین ادامه دادن که علت ریزش این ساختمان هنوز مشخص نشده و در حال بررسیه، ولی این دوتا ساختمان دوقلو ساختمان‌های نوسازی بودند که کار ساختشون تکمیل شده ولی هنوز بهره برداری نشده بودن و هنوز توی واحداش افراد مستقر نشده بودن. حالا اینکه چی شده یه ساختمان نوساز به این شکل ریزش کرده باید بررسی بشه. آقای مهدی ولیپور رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر هم درباره این حادثه گفتش این حادثه حدود ساعت 12:50 دوم خرداد به هلال احمر گزارش شد که توی گزارش اولیه حاکی از ریزش ساختمان تجاری 10 طبقه متروپول در شهرستان آبادان در منطقه تهلنجی امیری بودش. وی با بیان اینکه 4 تیم امدادی از شهرستان‌های خرمشهر، ماهشهر، شادگان همراه با 2 تیم سگ زنده‌یاب و خودروهای 3 نجات به محل حادثه اعزام شدند و عملیات تخلیه و ایمنسازی صحنه هم آغاز شده. واکنش سریع استان و همچنین بیش از 50 نیروی امدادی از شهرهای همجوار برای اعزام به محل حادثه خیلی سریع اتفاق افتاد و همه نیروها و تیم‌ها در محل حادثه آماده باش هستن. آقای ولیپور اضافه کرد که علاوه بر این 1 بالگرد، 7 خودروی نجات و 5 تیم تخصصی جستجو و نجات هم به محل حادثه اعزام شدن و در حال امداد رسانی هستن. ایشون همچنین اضافه کردن که احتمال محبوس شدن افراد زیادی زیر آوار هم وجود داره که در حال تلاش هستن که بتونن افرادی که زیر آوار موندن رو از زیر آوار در بیارن. امیدوارم که این حادثه تلفات حداقلی داشته باشه و شاهد همچین حادثه‌ای نباشیم. حتما جزئیات بیشتر این حادثه رو در ویدیوهای بعدی خدمتتون میگم. حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگولش رو فعال کنید که ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. نظرتون رو حتما تو بخش کامنت‌ها برام بنویسید. یادتون نره از ما حمایت بکنید و این ویدیو رو لایک بکنید. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار. پیشنهاد میکنم در ادامه هم یکی از این ویدیوها رو تماشا بکنید.